من در عراق رفته بودم، اونجا به برادرام گفتم چرا نباید از پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ایران سوار قطار بشن، راحت بیان برن مکه، مدینه، نجف، کربلا، استانبول، کشورهای مسلمان، چرا نتونن با همدیگه یه چنین ارتباط صمیمی و برادرانه داشته باشن؟ اون وقت اروپایی داشته باشن؟ ما نداشت، ما بگیم ما مسلمونیم ولی با همدیگه دعوا داریم، با همدیگه رابطه هم نداریم، ولی تو زبان میگیم برادریم. بیایید در عمل با هم برادر بشیم. ما اگر با هم چنگ به ریسمان خدا بزنیم، هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمین بزنه. همکاران عزیز، ما و شما زمانی گرد هم آمده ایم که هر لحظه، احتمالا همین لحظه هم که من سخنرانی دارم، جوان فلسطینی ساکن در غزه مظلومانه به شهادت میرسد. مادر داغدار میگردد و کودکان بی پدر و مادر می شوند. قتل عام بی رویه و نستکشی اهل غزه جریان دارد و جهانی که داد از حقوق بشر، ارزش های انسانی و آزادی و عدالت می زنند، نظارگر این قتل عام وحشانه است. با این حال ما در عصر بزرگترین تناقض ها بسر می بریم. در جهانی که کشورهایی و بهانه نقص جزئی ترین حقوق انسانی و یا هم به دلایل سیاسی، اما به کارگیری بحث حقوق بشر مورد تحریم ها قرار می گیرند، اما در عین زمان نسل کشی بی وقفه‌ای یک ملت توسط رژیمی که از تمام حدود و معیارهای انسانی در جنگ پا فراتر گذاشت مورد کوچکترین ایراد قرار نمی گیرد. در وجود ده‌ها کنوانسیون پیرامون حقوق بشر و مسائل انسانی، نزدیک به 20,000 انسان که بیشتر از نصف آن را خانمها و کودکان تشکیل می‌دهند، نسل کشی گردیدند. اما همین کنوانسیون‌ها در عین زمان در موارد دیگر به دلایل سیاسی و ابزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. سروران عزیز، با این وضعیت آیا نظم حکیم جهانی کنونی که اساس آن بعد از جنگ جهانی دوم گذاشته شد، با این همه تناقضات پاسخگوی نیازهای انسانی قرن 21 است؟ آیا می شود عقل و خرد انسانی قرن 21 را با این همه رفتارها و دوگانه و معیارهای چندگانه به بازی گرفت؟ من فکر می کنم که وجدان آگاه و بیدار بشری را نمیتوان با این چنین رفتارهای دوگانه قانع ساخت. ما نیاز به نظم نوین جهانی که استوار بر عدالت و برابری باشد داریم. در نظمی که از هیچ حق انسانی و یا هم کشوری چشمپوشی صورت نگیرد و امکان استفاده جویی های سیاسی نداشته باشد. نظمی که به جهان صلح، عدالت و ثبات به ارمغان بیاورد. بسترمون فشد او مد اگرزی دسر حدون فزنزیبان دی تلالی امت دسر حدون فزنزیبان دی تلالی امت بیننده های عزیز، اینجا هم هموطنان ما هست، با اینا هم صحبت میکنیم که در مورد از اینکه اسرائیل همواره هموطنان مسلمانان را در فلسطین مورد آزار اذیت قرار میده، مسلمان ها در این قبال چی وظیفه دارن؟ ورور تاسو ته سلام. و علیکم السلام. تاسو نوم؟ مانم حسیب الله ده. حسیب الله وروره، در اتوایه چه پا فلسطین که از مون مسلمانان بنده یرغل کیگی، اغا وجل کیگی، پاقی بنده مثلا بس اسرائیلو بمبارد کوی، تاسو سوائی نالاری، سو گختن لده مسلمانان، هیوادو مسلمانان سو او ده افغانستان ولست خواه؟ ما در اکتا نده چه طول باید همکاری ورسوا که و پسند که ورسوا داری کمک ورسوا که او دیده ایسا در کپیران و چیلغر پکرده پا دو بارا که باید کلک ملاتر وکا ورسا ورسوا داری پا دو خوالا طول بان پا دو دای بان طول والا غمگینم خفه دی امانان طول مسلمانان پا دو واقع بان دیر خفه دی مسلمانان سه مسئولیت دارو دیگه با مقابل که چه مثلا سو باید وکرد؟ خود دوست باید هم کمک و همکاری وشی زکاده به دیر سخت و شرایطو کیدی فعلا حالا
نو ډېر سخت وضعیت یې هغه دی دو اسرائیلو د طرفه ډېر هغه دی په دا مثلا جامع جهانی یا ناتو همواره دا وایي چې حقوق بشر دی. مثلا کله چې په اروپا کې یو اسپی یا چرګه مړ شي د هغې نه پوښتنه کوي. اوس چې دلته مسلمانان په زرګونه مسلمانان کالونه کېږي چې په هغې باندې بمبار کوي، ولې د دېونه پوښتنه نه کوي دوی؟ او دا خو د ده هغه دی، نو مسلمانان موږ باید په خپله موږ تاسو مسلمانان په دوباره کې هغه وکړو، تلاش وکړو. دی خو دخو کافر دی، دا چیرې د دی در هغه کو نو در مسلمانان خو ده هغه کافر ورته یو ځای دی. موږ مسلمانان ته باید پکار ده چې یو ځای شو، د دو څه د دی ملاتړ وکړو، د دی څه مثلا یو ځای شو. کافر خو ده کافر بده چې په دری باندې یرغل کړی دی. پښوی مسلمانان ته څه پکار ده؟ مثلا عربستان ته، مونږ ته، لبنان ته، نور هیوادونه چې مسلمانان دي څه پکار ده ورته؟ دا څه ورته پکار ده؟ باید ټول مثلا یو لاس شو، یو اتفاق شو، نو د دو کوپارو په مقابل کې ودرو، کلک ملاتړ وکړو د مسلمانانو، د فلسطین مسلمانانو. ډیره مننه، کامیاب لا. خوشاله اوسې. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې بهاءالدین ده، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. زه دغې غونډې ته راغلی یم په دې خاطر راغلی یم چې د خپل فلسطینی رونو سره تعزیت شریکو او غمخواري ورسره وکړو. ولې دم الفلسطینی و دم الافغانی واحد، د افغانانو وینه او د فلسطینیانو وینه یو ده. که د افغانانو وینه تویږي داسې ده لکه د فلسطینیانو وینه تویږي، او که د فلسطینیانو وینه تویږي داسې ده لکه د افغانانو وینه تویږي. لهذا زمونږ وینا د اسماعیل هنیعه ده. دماؤنا وارواحنا وابناؤنا وبيوتنا فداء للقدس والاقصى. دا زمونږ قدس بیت المقدس زمونږ سره کرخه ده. دا په یو تاریخ کې هم کفارو ته نه فرېږدو. انشاءالله چې وخت راغی اسرائیلو ته یهودو ته به دا موږ په ډاګه کوو انشاءالله العزیز. اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه ده چې د فلسطینی رونو سره اوږه په اوږه ودرېږي، د حتی الامکان چې څومره کومک کېږي باید فلسطینی رونو سره وکړو. ځکه په حدیث مبارک کې راځي المؤمن کرجل واحد، مؤمن داسې ده لکه یو سړی، که چېرته په یو سترګه درسي ټول بدن یې نارامه وي. دغسې که د فلسطین رور وینه چې تویږي داسې ده لکه د افغان یا د ټول مسلمان وینه تویږي، باید په دې باندې موږ ننګ وکړو، غیرت وکړو. سبحان ربك رب العزة.
جدید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.